اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. بدون فوت وقت عرضم رو شروع کنم، چون شب آخر ما فرصتم نداریم، باید سریع رو بفتیم بریم. ما تا بحث ماهواره‌ای رو خدمت شما عرض کردیم که اینا فناوری یکی دیگه از بازوهای قدرت ایران بود. حرفمون چی بود؟ این بود که ایران اینا میخوان مشکل منطقه رو حل کنن، میخوان صاحب دنیا باشن. امکان نداره بدون خاورمیانه بتونن صاحب دنیا شن. چرا؟ چون همه انرژی دنیا اینجاست تقریبا، میشه مهمترین بخش انرژی دنیا اینجاست، عراق، ایران، عربستان. خب و بخش قابل توجهی از انرژی زیر پای شیعیانه. یعنی تو جمهوری آذربایجان هم باز میبینیم مثلا نفت داره 85% شیعیان، ایران شیعه، عراق شیعه، عربستان بخشای نفخیز شیعه، یمن بخشای نفخیزش بخش قابل توجهش زیر پای شیعیان چهار امامی. اینا میگن اگر ایران بتونه این گفتمان خودش رو پیش ببره، روزی میرسه که ما باید برای انرژی باید گریه زاری کنیم، منت بکشیم. دیگه نمیتونیم مف مف نفت ببریم کاغذ خالی بدون دلار بدون پشتوانه به اینا بدیم. عرض کردیم اینا دلارشون پشتوانه نداره، اینکه کاغذ دوست دارن به ملت میدن. خب اون تو زورشون میرسه دیگه. باید مشکل بتونن بر دنیا حاکم باشن، رقباشون دارن بزرگ میشن، چین و امثالهم. منتها خب و اول دنیا در انرژی ایرانه، در مجموع نفت و گاز در دنیا ما تو انرژی اولیم. خب یه کشوری که خودش میتونست طعمه عالی باشه مثل عربستان، در خدمت باشه، حالا اینطور نشده، چیکار باید کرد؟ باید یه بلای سرش اومد مثل عراق بشه، مجبور باشه نفت چای نفتش بریم بگیریم، درست شد؟ برای همین خب نمیشه با این ایران در افتاد، چون مؤلفه های امنیت داره، نمیشه باش جنگید به این سادگی ها. ایران فلان کشور نیست که باش حمله کنیم، دنیا رو میتونه متحول کنه. ببینید این ترامپ احمق فکر میکرد مثلا ترور شهید سلیمانی مثل ترور ابوبکر بغدادی. مثلا به مردم آمریکا بگه خب ما سپاه همینجا گفتیم تروریستی است، حاج قاسم تروریست، ابوبکر بغدادی که خودشون ساختن تازه، اینا تروریست ها، دوتا تروریست ها. خب او را حذف کردن، چی شد تو دنیا؟ اما ببین چقدر تفاوت داره. اونا خودشون هم میدونن، بارها هم گفتن ایران اصلا با بقیه کشوری یکی نکنید، الا اینکه قبلش ایران ضعیف بشه از پا بیفته بعد بهش حمله کنیم. اینا هر لحظه که شما میبینید هنوز حمله نکردن به ما، یعنی قدرتشو نداره. حتی عراق هم اینا مستقیم سریع حمله نکردن، اول جونشو گرفتن بعد حمله کردن. لیبی هم همینطور. در مورد ما که به طریق اولا، مؤلفه مهم و آخری که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، امشب راجبش صحبت بکنیم، حالا بحث دیگه هم دارم، اینه که مؤلفه موشکیه. خب خیلی برای اینا مهمه. چرا؟ چون موشک‌های ما موشک کروز نیستش که نقطه زن، موشک کروز راحت میشه زد. موشک کروز مثل هواپیماست. انگار که شما فکر کنید مثلا یه خلبان تصمیم بگیره با دقت خودشو بکوبه به ساختمون، منطقه این خلبان نداره اما میشه زد. اما موشک های ما که مثلا موشک هایی که زدیم، شما یک دونه موشک های ما نتونستن بزنن، سرعت بسیار بالا، در عین سرعت بالا نقطه زنی، این یعنی لبه علم دنیای شما. و اینو باید از ما بگیرن. چرا؟ چون میدونن ما اگه بخوان حمله کنه، خب این پایگاه‌هاشون رو می‌زنیم، کشته رو دستشون می‌ذاریم. شما دیگه فهمیده موشکی ما گفت که ما بنام و کشته گرفتن نبود زمان، که حالا کشتم دادن، حالا صداشو در نمیارن. بنای ما بر چی بود؟ بر این بود که ماشین جنگی اینا رو از کار بندازیم، والله ما آماده شد بودیم که اگه جواب دادن تا 5000 تا نمی‌دونم چقدر آماده داشتیم که از اینا کشته بگیریم. نه دست از با دست از با خطا کنید، ما تلوه و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. خب این شیشه عمر قول این صهیونیست همین اسرائیله، این تو تیررس ماست. ما موشکام رو دقت بکنید تا 2000 کیلومتر همیشه میگیم، برای که همین کافیه. بیشتر از اون بگی و بخوای کار بکنی این بحثا، اروپا رو حساس کردی رو خودت، اونا میگن آقا اروپا رو هم میتونی بزنی و نمیدونم فلان و این چیزا. میگم نه آقا، رژیم صهیونیستی مهمه، خب کسی کار نداریم، او تو منطقه ما خطر و فلان اینا. اومدن سراغ موشکی از چند طریق. اولا یه سری بحثای
داخلی اتفاق افتاده، من خیلی دوست ندارم راجبش صحبت کنم، دوست دارم و صلاح نمیدونم صحبت کنم، از این حرفای مگو زیاد داریم، نمیشه گفت. یه سری بحثای بودجه اتفاق افتاد، یه سری از بخشا آسیب دید، یعنی یک جایی باید یه پولایی میرسید که کار بشه، نشد. خب افسوس. حالا نماینده مجلس راجعش صحبت کردن، برید سرچ کنید خودتون ببینید چی بوده. یه بخش دیگه این بود که اینا هدفشون این بود قبل از این که ببینید، به فرض که حالا به فرض اینا تو خیال خام اینا مملکت سقوط میکرد، مثلا تهران سقوط میکرد، مشهد سقوط میکرد فلان، اون شهر موشکی اینجا که نیستش که، مردم اصلا نمیدونن کجاست، که به فرض مثلا بخواد بگم بریزن بگیرن، کجا میخواد برن بگیرن، تاج میرن فلان کلان تدبیر میگیرن. بعد شما فکر کردی ایرانیای هم آدمی ان که ببینن آقا داره همه چی از دست میره، بعد این موشکان هم دو دستی تقدیم میکنن، حتما قبل رفتن همه اینا رو خالی میکنن رو سر اسرائیل. خب این خطر اینو با خودشون میگن، ببین یعنی این بازدارندگی میره، ببین چقدر جالبه، طرف با خودش میگه ای آقا به فرض اصلا ما بتونیم که نمیتونن، ها بتونیم با تمام قدرت رسانه‌مون اومدیم وسط یه انقلاب اینجا درست کنیم، طرفش خب اینو بازن میزنن. برنامه‌شون این بود که بیان چیکار کنن قبل از اینکه این موشکا رو لانچر بره بزنن. برای این باید چیکار میکنن؟ جای اینا رو پیدا میکنن، شبکه جاسوس های محیط زیستی، یک بخش مخفول در کشور که کسی دارش، یه بخش محیط زیستی اون گوشه، آدمایی که بالا و پایین مملکت میدونن کجاست، تمام کوره راه ها رو بلدن تو اونجا، نه که خود نکرد کارمند محیط زیستی بگم، نه شبکه جاسوسی اونجا سوار بشه از این بستر میتونه چی؟ استفاده کنه. به بهانه یوز پلنگ اینا در به در دنبال چی بودن؟ موشک بودن. جی پی اس های موشک با این زاویه شلیک شده، خب این از کجا شلیک شده که شهرگاه که اگه روز خواست حمله کنن اول اونجاها رو بزنن، متوجه شدی؟ و بتونن شبکه از تروریستا و اوباش رو سازماندهی کنن که حتی زمانی که اینجا شلوغ تو شهر رو شلوغ میکنن، ایده تو همون بر بیابون حمله نظامی کنن به اونجا، متوجه شدید؟ سر و سامون بدن. اومدن شبکه مویزیستی رو درست کردن. کار جاسوسی مویزیستی وسیع بوده، یه بخشی تصمیم سازی بوده برای مسئولین تو حوزه کشاورزی، آب، نمیدونم چه اینها. ببین مثلا ما یکی از دلایلی که کوتاه نمیمونیم، ببین بریم بحث غذامون رو میتونیم تامین کنیم. همین الان این صحبتی که داشت میشد قبل از عرایض حقیر، نمیدونم که آقا یه زمانی با قحطی نتونستن چیکار کنن، 10 میلیون ایرانی بکشن. الان نمیتونن. میگن چیکار باید بکنیم؟ چرا؟ چون ایران میکاره خودش. میگه چیکار کنیم نکاره؟ بعد بگیم آقا نکار، آب کمه، آب کم، آب هست ولی کم است. چطور رسانه‌ایش کردن؟ که خدای متعالم پارسال شیلنگو گرفت رو ایران، با آب هست اما ول است، چمش بگیرم در سیستان بلوچستان برای سیل میبرد، متوجه شدید؟ بینا شما یه سیل میبینی، یه سیل میبینی، ناراحتی داره، اتفاقاتی افتاده ما میدونیم، اما توی اون سیستم دستگاه خدا برای دشمن اینا اصلا یه چیز دیگه است، یه پیام دیگه است، یه پالس دیگه است. آقا که چی؟ که شما گندم نکار چون آب نداری، گندم تو چیکار کن؟ از قزاقستان برو وارد کن. سوال همینه که الان دارو به ما نمیدن، گندم میدادن؟ داروی سرطانی رو نمیدن، داروهای خاص رو نمیدن، بیان گندم بدن؟ میبینید چقدر دقیقه این طراحی این نقشه؟ بعد مذاکره کننده هسته‌ای ما میاد سخنرانی میکنه، که مذاکره کننده هسته‌ای ما سخنرانی میکنه که ما باید گندم نکاریم. خیلی عجیبه، بوزه کاری تو مگه؟ اینو باید وزیر کشاورزی بید. وزیر کشاورزی جز آدمایی که محکم وایستاده بود، نه خودکفایی فلان به همان موند، حبس شد. یا محکم یه قانونی ما داشتیم تو مملکت به اسم قانون تمرکز، قانون تمرکز میگفت غذا باید دست وزیر کشاورزی بشه، حتی واردات غذا. چرا؟ چون نه انقدر وارد بشه که اون چایکار و برنجکار شمال اذیت بشه، نه انقدر وارد نشه که قیمتش چی بشه؟ بالا بره. درسته؟ خیلی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا این قانون رو دارن، قانون تمرکز، میگن آقا غذا دست یه نفر، این بخش از تجارت دست وزارت صنعت معدن تجارت چیه؟ نباشه.
دست بخش غذا دستی میشه، چون میفهمه هم متولی تولید غذاست هم متولی چی؟ واردات. میتونه قیمت کنترل کنه، نه انقدر یهویی مثلا وارد بشه که سیب مثلا ارزون بشه کیلو 1000 تومان هم نخرن باغدار بیچاره بشه، نه انقدر گرون بشه گوجه بشه کیلو 15000 تومان. اومدن رسما حمله کردن به این قانون تمرکز، اون بخش اون شرکت مادر تخصصی رو گرفتن، واردات رو دوباره دادن به شرکت وزارت صنعت و تجارت. بعد شدیداً دنبال احیای وزارت چی؟ بازرگانی. وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات. یه اسخوش وارد میکنه. خب ببینید من یه پلن دارم میبینم. شما میگی این بخش توزیع سیاست خارجی اتفاق افتاده، این بخش توزیع سیاست چی؟ داخلی. من میگم من یه حرف دارم میبینم. یه پازله. این یه فیلمه، تو از اون دوربین داری میبینی، من از یکی دوربین دارم. و این مطالعات برای همین عرض میکنم ذو ابعاده، یعنی شما باید امنیت ملی بفهمی، علوم سیاسی بفهمی، چه میدونم اقتصاد بفهمی، راجع به بحث امنیت غذا چیزی سرت بشه. خب ما کم آدم داریم تو مملکت اینجوری باشه، در اقتصاد میفهم از سیاست هیچی نمیفهمه، سیاست میفهمه از اقتصاد چیزی نمیفهمه. وقتی نگاه میکنی از هرون به نشمس اینا داشتن چیکار میکنن، به بهانه اینکه روی قلاده این نمیدونم یوز پلنگا ما جی پی اس زدیم، قلاده این یوز پلنگا جی پی اس زدیم با دستگاه تلمتری نمیدونم چی و چی و چی، شروع کردم آهنگا اینا پیدا کنم موشکا کجاست. من یه چند وقت روزای زوج شروع کردم فقط اسناد جاسوسی ارتباطات کاوه مدنی رو یه معاون محیط زیست مملکت ما بود فراکرف اون طرف توی توییتر گذاشتم، دو سال حرف نزد، بعد دو سال به زبون اومد گفت کار زشته دارید ایمیل های شخصی منو میذارید، یعنی قبول کرد که این ایمیل هاش هست. برید ببین با کجاها کار میکرد. با ارتش انگلستان کار میکرد، با واحد سایبری لشکر ویژه یگان سایبری انگلیس کار میکرد که کارشون همین هک کردن ها و تو شبکه‌های اجتماعی فتنه درست کردن ها و طراحی نمیدونم همکاری تو طراحی ویروس استاکسنت و این چیزاست. با نیروی هوایی آمریکا کار میکرده. بعد این آدم اینجا چی بوده؟ معاون مجزیست ما. چه تصمیماتی میخواسته بگیره؟ زمانی که مجموعه معجزه معدود مجموعه بود که دو سال قبل افزایش بارندگی رو چیکار کرده بودیم ما؟ پیشبینی کرده بودیم. تو اینترنت بزنید پیشبینی بارندگی رایفی پور. از دو سال قبل بنده گفته بودم. خب دانشگاه زنجان سخنرانی کردم، بنده گفتم شیراز رو جلو چشم میگیره میره زیر آب. یا هم بگید ما بردیمش زیر آب. از هر اون من شمس بود. شما ببینید یه دو نفر اومدن واکنش نشون دادن که نه آقا خوشسالی تموم نشده، ترسالی نشده آقا. چرا نه میترسیدن؟ چون به بهانه خوشسالی سالها سیاستایی رو برای مسئولین ما چیکار کرده بودن، جا انداخته بودن علی دوم گفتی ترسالی شده، اینا نگران بودن. ما هم نگفتیم ترسالی شده، گفتیم ما در دوره نوسانات اقلیمی هستیم. اما به قول آمان، اماش هم چی؟ در مجموع سهم ما از بارندگی بسیار بیشتر از سالهای قبل خواهد بود که الان هم دارید میبینید. خب این کل سیاست هایی برای مسئولین جا انداختنی برای زیر سوال، اینا کلی فشار آوردن که کشاورزی تعطیل بشه تو مملکت. بعد کشاورزی جالبه، از قضا شما میخوای کار بکنی کشاورزی آب بر اصطلاحا ما بهش میگیم آب مجازی رو تعطیل کن، ببین گوجه خیار نزا بکارن وارد کن، هندونه نزا بکارن وارد کن، اما غذای اساسی تو خودت بکار با همون آب کمی که داری. اگه آبت کمه همین رو چیکار بکن؟ خودت بکار، گندم خودت بکار، جو خودت بکار، غلات خودت بکار، اینا غذای اساسی. مردم گوجه نخورن نمیمیرن، نمیگن نون نباشه مشکل پیدا میکنن. این بده؟ استدلال بده؟ یعنی نمیتونن یک دونه از اینا حاضر نشدن بیان مناظره کنن. بنده جلو در دانشگاه تربیت مدرس رئیس دانشگاه داشت اومد وایس گفت تو رو خدا نه تو نذاش بریم تو موضوع سخنرانی شد حمایت مقایسه حمایت‌های اتحادیه اروپا سیاست بستای سیاستی و حمایتی اتحادیه اروپا از بخش کشاورزی اروپا با ایران از بخش کشاورزی اروپا چقدر کشاورزی شمایت میکنه ایران چقدر. ما نمیگیم آقا بیاد ببینم آبی که تو کشور وجود داره خرج نمیدونم بادمجان نمیدونم چی کنید، اما گندمت یعنی نون شب مردمه. حالا چی بشه؟ هیچی دیگه. وزارت واردات همین گر و گر از هندوستان برنج وارد کنه. بله قرار بوده با برجام نفتش نه نمیتونه بفروشه، قرار بوده کل مشکلات رو حل کنه.
بعد چیکار میکنه؟ نفت میده به هندیه، عوضش چی میگیره؟ برنج میگیره. خب به درک که برنج کار شمالی میخوره، زمین بیکار میشه، به اختشاشات و آشوب ها و اینجور چیزا بیکار میشه دیگه. یه هفت تپه بیکار شده بودن، اینجوری میکنن هپکو بیکار شده بودن، هم روغن فلانجا بیکار شده بودن، متوجه شدید؟ بعد که اون زمین رو خشک کرد، بعد که دیگه جاش ویلا ساخت، بعد که دیگه ولش کرد، به این سادگی تو نمیتونی برگردونی. ببین تو شمال چطور دارن شالیزارا رو خشک میکنن، ویلا میکنن. یا من نمیتونم با این قیمت این برنج هندی رقابت کنم. مردم هم هی داره جیبشون کوچیکتر میشه، نمیتونن برنج ایرانی بخرن. لاجرم همون چی؟ برنج هندی رو باید بخرن. ما وزارت واردات یعنی این، ما میگم وزارت بازرگانی، وزارت واردات قبلا چی بود؟ وزارت صنعت معدن، صنعت و معدن یعنی تولید و تجارت یعنی واردات. عملا چه صادراتی نداره اینا؟ درست شد؟ اینا دست یه نفر بود که میزان تولید و واردات با هم چی؟ این کار خیلی منطقیه. خیلی کشور دنیا این کارو انجام میدن. متولی یک نفر باشه بفهمه داره چی کار میکنه. خب اومدن به این سمت کشوندن. محیط زیستی ها جاسای محیط زیست تو حوزه موشک. بعد شما میرید تو همین ماجرا، یک هفته قبل از شهادت حاج قاسم اخباری پخش میشه مبنی بر اینکه سردار حاجی زاده رو تو سوریه میخواستن بزنن. ایشون تو نماز جمعه میاد در حالی که پاش داشته میلنگیده. بحثای مطرح میشه که این همون اثرات ترکشه. تو حوزه منطقه‌ای شما بخوای ایران عقب برونی، باید چیکار کنی؟ آدم منطقه‌ایشون رو بزنی. آدم منطقه‌ایشون کیه؟ حاج قاسم. بخوای موشکی عقب برونی، آدم موشکیشون رو باید بزنی. آدم موشکی که حاجی زاده. خب نمیشه، ایشون سالم الحمدلله میمونه. بعد یهو میبینید سر همین ماجرا یه اتفاقات عجیب غریبی سر این ماجرای هواپیمای اوکراینی، پر از شبهه، پر از معما، پر از سوال. بعد یهویی چی جلسه بزن حاضر میشه، میگم رای گردن من مبارکتر حاجی زاده. بعد یهویی یک علمی برداشته میشه، استعفا، استعفا. این جنگ جنگ هیبریدیه، ترکیبیه. یعنی چی؟ یعنی فشار اقتصادی میاره، فشار رسانه‌ای میاره، داره کار نظامی انجام میده، ترور انجام میده، داره ترکیبی عمل میکنه. اینجا هوشمندی. ببینید ما این دوره رد میکنیم، شک نکن، شک نکنید، با قوت به شما میگم. اما این دوره رو که رد کنیم، با سخت ترین جنگ مقابله کنیم، جوری آب دیده میشیم که دیگه کسی نمیتونه چپ بمونه. بابا یعنی مردم به لحاظ رسانه‌ای هم فهمشون داره میره بالا، ناخواسته ها، نمیخوان، خودشون دنبال سواد رسانه‌ای نیستن، مجبور دارن میشن، دارن میبینن اه بابا یه هفته پیش اون تشییع جنازه، بعد یه جریاناتی فلان. حالا من به شما میگم الان نگفتم، همین الان توییت زدم، 10 روز پیش، شقا قبل شهادت تاج قاسم زدم، بعدش زدم پروژه جوش، جستجو و شکار. اینا عین دهه 60 میخوان آدمای مؤثر انقلابم بزنن. این همون چیزی که مطهری زدن، مفتح زدن، سپهبد قرنی زدن. برای چی؟ برای اینکه اینا مردمو توجیه میکنن یا کمکن بالاخره نظامیاشون اونجا میشه سپهبد قرنی. ببین هم نظامی زدن هم اندیشه‌ای زدن. برای این کارم فکر نکنی مثلا آدماشون آماده اینا جستجو و شکار، یعنی جوش، پروژه جوش، یه پروژه آمریکایی که با ساواک انجام میدادن تو ایران از قبل انقلاب، معروفین اسم مثلا مال قبل انقلابه، که دائم اینا کجان رصد دارن میشن، به وقتش یهویی مثلا تو یه روز 5 6 تا میزنن، بعد با چون وانی میزنن. فکر کنی مثلا میگم گروه های ترور اینا فلان و بهمان. یک سوال، کدام شهادت بعد از شهادت حاج قاسم در کشور دیگه به چش خواهد اومد؟ متوجه چی میگم؟ انقدر سطح توقعات او جا به جا کرد. شما خیلی وقتا میری بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، میره حرم امام حسین، کلی امامزاده اونجا دفنه، کلی از علما دفنه، حرم امیرالمومنین کلی از علما دفنه. اصلا یادت میره بری بالا سر اونجا یه فاتحه بفرستی؟ اصلا خیلی هاتون نمیدونید فلان عالم بزرگوار ما تو حرم امیرالمومنین دفن. تو که خورشید باشه
شما ستاره ها دیگه تو آسمون دیده نمیشه. داخل پرانتز خیلی باید بزرگ باشی مثل حضرت عباس کنار موسی دیده شی. متوجه؟ بعد این کارو چجوری انجام میدن؟ نه مثلا گروه های مثلا بیان آقا نمیدونیم اینا گروه های مردمی انتقام از نمیدونم فلان چه میدونم مثلا همین ریستارتی ها بیان آقا این مسئولش یه خلوچلیه اما یه دیوونه است واسه خودش این کارو رو کرد. نه به اسم اونه گروه های دقیق ترور موساد کسی که دوره دیدن به اسم سفرهای خارجی که آقا ترکیه از ترکیه طرف رفته در اردن آموزش دیده، تو خود ترکیه آموزش دیده، فرستادن رژیم صهیونیستی آموزش دیده، در امارات رفته آموزش دیده، پاکستان رفته آموزش دیده، دوره بر اینا گذاشتن. آقا چیه؟ آقا داره میره سفرش باحال. تا این بحث آبان ما 25 آبان اتفاقاتی که افتاد خیلی از مردم معترض بودن، منم معترض بودم، من اصلا به این سیاست بنزینی دولت شدیداً نقد داشتم و الحمدلله که باز بحث سخنرانی ما 6 ماه قبل از بنزین موجوده تو اینترنت. گفتم آقا بنزین رو اینجوری نکنید، این کارو بنزین به خود مردم بدید. 100 میلیون لیتر تولید روزانه بنزین کشوره، ماهی میشه 3 میلیارد لیتر، تقسیم بر یارانه بگیرم میشه نفری 40 لیتر. بنزین رو بدید به مردم ببینم مگه 40000 تومانش پول نمیدی بجاش چلید بنزین بده. لیتر 1000 تومان بود دیگه، درست شد. اینا که فلان بعد بر بهش نمیخوره، یعنی اگه رفت تو پمپ بنزین دیگه 1000 تومانه هم نمیده، این برای مفته. 4 نفر 160 لیتر بنزین داره میگیره خانواده‌شون، خواه ماشین داشته باشن خواه با این کار تو به کسی که ماشین ندارم داری یارانه میدی، پول مملکتو بهش میدی. اون پیرمرد بند خدا کنج دهاتو، این خیلی به عدالت نزدیکتره. حالا دو بنزین بشه 5 تومن، 160000 تومن این شده 800000 تومن، اصلا هم ناراحت نیست. قاچاق بنزین هم جمع میشه، اسمش میشه صادرات بنزین، مردم هم اجازه دارن بنزینشون بفروشن همونطور که زمانی که همشون تو کارتشون بنزین بوده میفروختن. ببین فکر نکنید ما تر نداشتیم. میخوای یکی از چیزایی که آتیش میده بنده رو در موقع حرف اینو و دوست ندارم الان راجع به اینا بحث بکنم، همین که نه اگه ما نمی اومدیم هم همین بود، یا خیلی وقیحانه تر بعضا میگن از این چی میشد. نه اصلا امکان نداره کسی مثل شما بتونه انقدر قشنگ گند بزنه، شکی نکنید. گندی که شما زدید اگه طراحی کنی اینجوری گند بزنی به خوشگلی در نمیاد. 30000 میلیارد 31000 میلیارد تون گفتم پول کم داشتیم برای اومدیم این کار کردیم، یه راهش که اینجوری بهتون گفتم. بعد تازه از این بعد هر چی می‌خواست. الان بنزین که 3 تومن جلو قاچاقش گرفته میشه وقتی تو ترکیه الان 10000 تومنه. با این تورمی که شما درست کردید 2 سال دیگه با 3000 تومن یعنی 1000 تومن و باز دوباره باز با قیمت بکشن بالا، دوباره آشوب و کشتار و بگیر و ببند و چه وضعشه. 30000 میلیارد می‌خواست گیرتون بیاد، خودشون گفتن 20000 میلیارد تومن به اموال عمومی آسیب رسید. این تدبیره؟ نه پول بیت المال ها. نکته دیگه، نه خب تو که اینجوری میگه پولش از کجا میآوردی؟ بسم الله، ما 1530000 میلیارد تومان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت تو بانک همونه که حداقل دیگه به صورت متوسط بخوایم بگیریم 20% دارن سود میگیرن. برید تا 40% ها، من یه چیزی گفتم که دهنشون بسته شه. 20% 1530000 میلیارد تومان میشه 306000 میلیارد تومان. درسته؟ یعنی یک پنجمش دیگه. 306000 میلیارد تومان مفت داریم تو جیب یادی. توی مملکت. کارگر من بدبخت قبل که حقوقشو بریزن مالیاتش کسر شده. این تنها شغل توی مملکت که عشق یکی از بهترین شغلاست دیگه، سپرده گذاری لم میدی. گفتم براتون طرف تو فلان شهرستان جنوبی ما کارخونهشو فروخ وسط شهر، قبلا کنار شهر دکتر وسط شهر 180 میلیارد تومان رفت توی یکی از این بانک‌ها گذاشت 34%. من میدونم کدوم بانک، میدونم کیه طرف. 34% ماهی 5 میلیارد صافی سود میگرفت. نه کارگری
میاد دستش زیر دستگاه رفته، نه نمیدونم بیمه مالیات نمیدونم چی، عشق داره میکنه، طرف نشسته خونه لم داره میده، هر روز مسافرت این ور اون ور، عشق و حال داره، 5 میلیارد میگیره. برای چی؟ یعنی شبکه بانکی ما به جای اینکه پول ببره به سمتی که کارخونه بمونه، داره یه کاری میکنه کارخونه ها رو ملت بفروشن پولش بزن تو بانک. از بدبخت بیچاره ها تو داری پول میکشی. اینا که سپرده گذاری میکنن بلند مدت، اینا پول دارن. حتی همینم هم باشه، بیا بگو سپرده گذاری 100 میلیون اینا پایینا رو ازشون نمیگیرم، کم میگیرم، 2% میگیرم، 3% مالیات میگیرم. اونایی که 100 میلیارد 50 میلیارد از اونها بیشتر میگیرم. متوجه چی میگم؟ همینم هم بیا رعایت کن. خوبه؟ اینجا رو داشته باشید. سودی که اینا سالانه فقط دارن میگن 306 هزار میلیارد تومانه. کل سال 365 روزه. با اون سودای دیگه جای دیگه تو کوتاه مدت اینا داده میشه، روزی 1000 میلیارد تومان توی مملکت دارن سود میدن. روزی 1000 میلیارد تومان. 30000 میلیارد تومان پول یه ماه این ماجراست. نه 12 ماه، 1/12 این پوله. همین سپرده گذاری بلند مدت شد سودشون چقدر؟ سالی 306 هزار میلیارد تومان. جهنم و ذره 6 هزار میلیارد هم بذاریم معامله جوش بخوره. شد 300 هزار میلیارد تومان. فقط از اینا 10% مالیات بگیر. طرف 5 میلیارد داره میگیره، 500 میلیون ماهی سالی چیز بده، ماهی مالیات بده، 4 میلیارد و نیم بگیره. بخاطر اینکه مفت داره نشون میچرخه مملکت باید بچرخه دیگه ها. چجوری کارگر باید، کارگر و کارمند باید پول چرخیدن مملکت رو بدن اینا. میشه چقدر؟ 10% 300 هزار میلیارد تومان میشه چقدر؟ 30000 میلیارد تومان. همین پولی که از چی گیرشون اومد؟ بنزین می‌خواست گیرشون بده. تو چرا نمیری به پولدارا گیر بدی؟ چرا نمیای بر خونه‌های خالی مالیات ببندی؟ چرا بر پزشکان نمیری مالیات ببندی که اینا حیا نمی‌کنن؟ بعضیشون کارتخان نمیذارن، میره اونجا میگه نقد حساب کن، میگه کارتخان میگه برو آبروبانک پول بگیر. هندوانه فروشه سر چراغ داره با وانتش هندونه میفروشه، کارتخان داره. پزشک فوق تخصص ما 6 ماه کانادا 6 ماه ایران نداره؟ این دزدی نیست؟ چرا میره از اینا بگیری؟ این 500 600 هزار تا خونه خالی فقط ما تو تهران داریم، خونه طرف حتی اجاره هم نمیدن که وضعش توپه. این باید مالیات بده بابت این. چرا؟ به خاطر اینکه همچون خونهش افتاده یهوی دو برابر میشه قیمتش. مالیات بر ارزش افزوده که نمیده، هم که خونه رو خالی نگه داشتی مالیات که باعث بشه بری اجاره بدی. 500 هزار تا خونه یا یهو تو تهران عرضه بشه چی میشه؟ خب قیمت خونه 30% میاد پایین. من نگفتم از مریخ کمک برسه ها، دیدی؟ یک قرو یک جام گفتم ترامپ فلان پولو به ما بده، آمریکا تحریم برداره، نه ما دوچار یک خود تحریمیم. ای مؤلف های قدرت من، توزیع اقتصاد یک سال و نیم شما تو چین سفیر معرفی نکردی؟ 37% اقتصاد ما با چین گره خورده شده. روسا دادشون در اومده، چینی ها دادشون در اومده، میگن شما اصلا ما رو مسخره کردید. سهم صادرات ما به روسیه از 400 میلیارد دلار واردات روسیه، کشور دوست و برادر ایران، 500 میلیون دلار. به 1 میلیارد دلار نمیرسه. عراق 12 میلیارد دلار. عراق 24 برابر ما بیشتر صادر میکنیم تا روسیه. میگه که آمریکایی و اروپایی و روسیه هم تحریم کردن. یکی از مشکلات اساسی که روسیه باش برخورد غذا بود. ما تو سوریه با هم داشتیم میجنگیم، اونا برای ما پیغام میفرستن. ترکیه رفت قراردادش واسه. خب کی باید این کارو بکنه؟ چه کسی سفیر اونجا؟ کاردارای اقتصادی ما، رایزنای اقتصادی ما دارن چیکار میکنن؟ 37% یعنی بیش از 1/3 اقتصاد تو با چین گره خورده، یک سال و نیم سفیر معرفی نمی کردی، یعنی چه پیغام به چینی ها می دیدی؟ این ایزولا، یه سری اهداف ایزوله کردن ایران، یعنی این، یعنی اتفاقا بیرون داره می افتی، اتفاقا چی؟ از داخل. برداشت من، برداشت مثبتم اینه، مثبتم اینه، اینه که این آقایون جز برجام هیچ طرح دیگه چی نداشتن. فکر میکنن میگیره، نگرفتن، همجون موندن. جز این هیچ چی دیگه به ذهن شما نمیرسه ها.
یعنی میگه نمیدونه من خدا چیکار کنم. همه زار و زندگیش همه به قول تخم مرغاش گشته بود توی یه سفر. اهداف داخلی چی بود؟ نجات ترامپ از استیزا. ترامپ خواست خودشو قهرمان نشون بده. یا من کاری که هیچ کی نتونست انجام بده رو من میرم انجام میدم. نیاز انتخاباتی داره. و این صرفا در شکل ترور بروز پیدا میکنه. که من دستور دادم حاج قاسم رو زدید و فلان. نه اینا حاج قاسم رو میخواستن بزنن بتونن گفتن تو فاطمه رو میزدن. چون میخواستن قبل از انتخابات مجلس تو ایران آشوب درست بشه. قبل انتخابات مجلس. و دولت و ایران به سمت استیضاح بره. به سمت استعفا بره. مملکت دولت نداشته باشه کارو یه سره کنن. یه مثال برای شما میزنم. خوب دقت کن. سه تا کشور عضو محور مقاومت یوهویی با هم میریزن به هم خیلی عجیب غریب. لبنان، عراق، ایران. مو نمیزنه مدلش با هم. تو لبنان یک دولت نزدیک به آمریکا سعد حریری سر کاره. کلی فساد داره میکنه ناکار آمده. یک شبه یه تصمیم میگیره که به واتساپ 6 دلار مالیات ببنده. لبنانیا از واتساپ استفاده میکنن. تلفن اونجا گرونه. هزینه مکالمات و مخابراتشون از واتساپ استفاده میکنن. 6 دلار مالیات ببنده مردم میزنن تو خیابون. طرفدارای همون سعد حریری تو خیابونن. طرفدار همون سعد حریری. تو خیابونن. بعد سعد حریری استعفا میده، بی دولت میشه، خودش میپیونده به اینا. رسانه‌های عبری غربی عربی هم شروع میکنن حمایت. اینو گرفتی؟ عراق. اولا دیشب به فکر مردم توضیح دادم راجع به بودجه عراق که 112 میلیارد دلار درسته؟ خب پس این چیه فساد؟ حالا گوش کنی. حالا فسادی هم باشه تو کجاست؟ تو 4 تا وزارت خونه عمدتاً. صحت، درمان، راه، برق، نفت. اشتباه نکنم 3 تا از این 4 تا یا هر 4 تا وزیراش مال کدوم جریانن؟ جریان سائرون. جریان سائرون کدوم جریانه؟ که میگه بریزید تو خیابونو. هر 4 تا وزیرش خود اینا تعیین کردن. خودشون یه کاره ببین کثافتی بالا آوردن که وزیر صحت بهداشت الوان اومد اعلام کرد آقا من استعفا میدم 90 میلیون دلار رشوه خواستن. پول ازم خواستن. آدم خود اینا متوجه شدی فساد میکنه؟ خود همینا دایره دار چه برای همین توی اینترنت توی عراق یه عده معدودی هشتگ میزدن چون سعودی‌ها بیشتر بودن اینا نشستن پا کامپیوتر ترند سازی میکردن. بابا مقتدا واحد منهم. مقتدا یکی از خود همیناست. چیو دارید میگید فساد؟ سائرون مسئولیتش با مقتدا صدر. مقتدا صدر روحانی سید شیعه برای اینکه بیاد مجلس رو بگیره افتاد به هر قیمتی جعبه مداد رنگی درست کرد. حتما سخنرانی در عراق چه میگذره در اندر گوش کنید. توی اونجا چی کار کرد؟ اومد رفت کمونیست و سکولار رو برداشت با خودش یه جبهه درست کنه. برن عراق. این طرف هم کمکاری آقایون این طرفی اونا شدن بیشترین بارنامه رو گرفتن. بعد شما میگه عادل عبدالمهدی که عزیز من هیچی بهت بگم بدونی. بیش از 80% کابینه عراق بعثی هم. همین الان. بعثی. بله. به چه اسمی؟ گفتن؟ آقا این حرفای سیاسی اعتقادی رو بذارید کنار. ما آدم کاربلد میخوایم. خود تو عراق آدم کاربلد مال چه دوره ایه؟ خب من مال صدام میشه دیگه. قبلش کسی کار نکرده، زمانی نبوده. همه آدمای صدام آوردن سر کار. صدام برگشت. یه چی ببین؟ وزیر نفت اونجا، وزیر نفت میشه یا معاونش، خیلی جالب بود. نامه زده بود به این سه چرخه‌ای که من تو تظاهرات شرکت میکنن، نه بنزین رایگان میدی. وای خودش علیه خودش. ایران چه دولتی سر کاره نمیدونم. میخواسته مذاکره کنه با آمریکا کت خدا فلان نمیدونم. یک شبه تصمیم بنزین. منتها جسارتا اینجا یه آقایی هست که نذاش به استعفا بکشه. متوجه شدید؟ نذاش سناریوی لبنان عراق ادامه پیدا کنه. هیچی که تو این هیرومی فکر مردم دولتشون هم رهوا باشه. هیچی دیگه کار نمیکنه. آقا مسئولیت بالا سری من چه کو فلان و همون کی باید من دست سود. متوجه شدید؟ تمام فشار رو به جان خرید. شاکی شدن مردم. آقا تو چرا به پشت ایران در اومدی؟ ها؟ شورای معروف به 843 رفتن تصمیم گرفتن. 8 تا از دولت، 4 تا از مجلس، 3 تا از قوه قضاییه.
اینا خیلیشون شخصیت حقوقی هن. رئیس فراکس، رئیس کمیسیون برنامه بودجه تاجگردون، رئیس کمیسیون اقتصادی الیاس حضرتی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس کاظم جلالی که الان شده سفیر ما تو روسیه و رئیس مجلس، این چهار تا هر چهار تا امیدیان، یعنی مال دولت، آدم دولت، نزدیک به دولت هم فکر. خود هشتای دولت هم که چی؟ دولت. این که هنده دواز دسته جلو هن از قوه قضاییه دیگه. قوه قضایی هم رئیس قوه قضایی دوتا از معاملش. منتظری و کنم اجهی. متوجه شد چی شد؟ یا تصمیم شد. پس اینا برنامه‌شون قبل انتخابات مجلس، یعنی حاج قاسم هر جوری بود اینا می‌خواستن بده. تهران با شکل ترور برای خودش خواست چیکار کنه؟ گندگی کنه که من دستور دادم که تو آمریکا موج درست بکنه. یه بمب بزرگ منفجر کنه برای پوشش این کارش. اینو به شما بگم، ترامپ اگر بتونه با این کار از این ماجرا قسل در بره، مجسمه طلاییش تو آمریکا خواهند ساخت. چون هیچ کس نمی‌تونه مسئله ایران حل بکنه. جبهه مقاومت رو حل بکنه، برای اسرائیل امنیت خاص بیاره، منطقه رو تجزیه کنه، تمام اینا، یعنی این یعنی تجزیه از تهش. شما بگم ما ها میمیریم، این فیلم ها میمونه. دوست ندارم یه وقت خودم که این حرف ها محقق بشه، میخوام بگم نقشه اونا اینه، انشالله هم نخواهم تونست و نمیتونن هم میبینید شما. خب اما میخوام بگم به این سمت میرن، میخوام ببرن میرن برای سر لیبی آوردن، سر سوریه آوردن، سر بالکان آوردن. پس چی شد اینا به این مرحله؟ یعنی اگه جواب محکم نمی گرفتن، اوضاع همینه برادر من، اوضاع همینه. ما یه اتفاق بدی افتاده، بزرگترین اتفاق بد اینه، ما برای سیستم غربی ها تحلیل پذیر شدیم. یعنی می فهمن فلوچارت ما رو می کشن، اگر این کار را کند آری، وگر نه نه آری چی نه چی، قشنگ میدونن داریم چیکار کنیم. ساختار تحلیل قوی دارن، اندیشگر دارن کلی. از زمانی که شما تحلیل پذیر بشی، پیروزی اونا قطعیه. نباید بتونن شما تحلیل کنن. بعد با اینا چیکار کرد؟ شطرنج برره ای بندازه کرد. برره یادن چی شطرنج بازی میکردن؟ یوهی لنگیدن پایی میزد وسطه. میگفت کیش مات. تمام. وقتی این با خودش میگه خب من حاضرسمو میزنم. بعد مطمئن بود از داخل خبر داره که یه سری ترمزها هست تو داخل، میزان شدت پاسخ حتما خواهند کاست، فشار خواهند آورد. جریان رسانه شما تا دیدی بحثو که آقا ما جواب بدیم، یهو 60 خورده نفر نامه نوشتن که آقا جنگ درست نکنید فلان. بعد دوگانه جنگ و صلح تو انتخابات مجلس هم به دردشون میخوره، برای اینکه یه دقیقه خاک سر بکشن پای صندوقای رأی. بعد چی بگن؟ بگن جنگ طلبها دارن میان. تا الان 6 ساله چی گفتن؟ اومدیم سایه جنگ از سرتون برداریم. دیدی که الان سایه جنگ رو سرمون نیست اصلا. یعنی دقیقاً جنگ آوردن بالا سرمون. یعنی هر کاری که گفتن نه آرش انجام دادن، هر کار گفتن آره نهش انجام دادن. و یاد اون کلاه قرمزی کاراکتری داره، همیشه چپه میگه دیوی. یاد اون میفته. چه وضعشه؟ بعد عزیزم من دارم در مورد امنیتمون حرف میزنم. با دین و ایمونتون هم کار ندارم. پس ما تحلیل پذیر شدیم، اینا رو ما پر رو کردیم. میدونه حاج قاسم که شهید شد زمانی که شیخ باقر النمر سر بریده شد تو عربستان و صدایی در نیومد. گفتن آها آدمای بزرگ اینا میشه زد. همون موقع باید چنان سیلی میخورد تو صورتشون که اینا میفهمیدن نه آقا این خط قرمز اینا پر رنگه. از کامرون پرسیدن تو فیلم 2012 تو تمام عناصر دینی رو از بین بردی جز خونه کعبه، واتیکان رو خراب کردی، معبد بودایی رو خراب کردی جز خونه کعبه، چرا؟ گفت از قضا این سکانس هم ساختم که سیل میاد خونه، زلزله میخونه کعبه رو. گفتن چرا پخش کردی؟ گفت ترسیدم یه خمینی دیگه پیدا بشه فتوا بده، از همون فتوایی که در مورد سلمان رشدی داد، و منم مجبور باشم 30 سال 40 سال عمرمو تو گاوصندوق زندگی کنم. بس شما میگه آقا اون چی؟ اون میفهمونه طرف مقابل یعنی چی؟ اون میخواد قوه بشکنه. تو نباید بذاری خط قرمز دمجه میاد جلوتر دیگه، سنگرها داره فتح میکنه میاد جلو. وقتی ایران در برجام به خاطر مسائل اقتصادی رفت پای میز مذاکره، چون ببین خود مذاکره با آمریکا قوه داشت، درسته؟ ما اصلا گفتیم اصلا ما تا حرف نمیزنیم، هیچ غلطی هم نمیتونی کنی. این خیلی حرف بود،
خیلی حرف بود. همین که به خاطر فشارهای اقتصادی حاضر میشی لب میز مذاکره، آها تو هم بالاخره آروم شدی، بیا ببینیم چی میگی. همین خودش حرف بود. این پالس فرستاده شد. وقتی اونا از برجام خارج شدن ما دوباره خودمون تنها موندیم اون تو. اینا گفتن بابا اینا این کاغذ برجام براشون خیلی مهمه، هسته ایمونو دادیم رفت. یه سوال، منم باشم با این تحلیل میگم بزنید سردار سلیمانی اینا رو. چرا؟ میگم ببین اینا به خاطر حفظ برجام صنعت هسته ایشونو دادن، بازم حاضر نیست ازشون بیمیره. یه آدم مهمتری یا صنعت هسته ای؟ پس ما آدمم بزنید. پالسو ما فرستادیم، پاس از درون با تصمیمات برخی از آقایون فرستاده شد. اینا رو دارم میگم برای ثبت در تاریخ ها، و اینا مسئولین عقل درست حسابی ندارن بشینن سخنرانی رو گوش کنن، که مردم حداقل بدونن. من گفتم اه تحریم اقتصادی اینقدر اثرگذاره که اینا میگذرن. و وقتی ببینی کسی مثل خوش قاسم ها زدن که تو نظر سنجی صورت گرفته محبوب ترین ها بود تو ایران، معنی داشت. وقتی حمله صورت گرفت به زیر ساختهای تسلیحاتی هشت و شعبی در عراق و یه عده خوشن گول میزدن، نه پهباد اسرائیل بود میومد میزد، F-35 اسرائیل میومد میزد، که من گزارش رو اینم برای برخی از این آقایون بردم. گفتم آقا نگاه کن این ساعت این هواپیما بلند شد اومده اینجا، اینا میدی که سامانه‌ای هست اینا رصد میکنه، نه فکر کنید محرمانه، نه فقط شما اطلاعات آشکار شما رو تحلیل داشته باشه. F-15 برات موشک حمل میکنه، F-15 موشک رو شلیک میکنه، F-35 350 کیلو دو موشک رو هدایت میکنه، از توی اردن عراق میزنه، یعنی اصلا هواپیما تو وارد خاک عراق نمیشه. وقتی این مانور مشترک میذاشتن تو این مانور ما نگاه میکردیم میدیم ای این فاصله چرا تا یونان رو داره میره، همین فاصله که میتونه تا مثلا فلان پایگاه هشت و شبی هم بیاد. وقتی وسط مانور اینا F-35 انگلیسی این دفعه حواس میکنه بیاد با F-35 داعش بمباران کنه، داره تست میکنه. داعش با F-35 بمباران کردن انگار شما مگس رو با اسنایپر بزنی. تو با هواپیمای باربری هم از بالا کپسول گاز بندازی رو کله اینا، هم اینا پدافند نداشته داعش که، اینا معنی داشت. حمله صورت گرفت به برخی از پایگاه ها، جواب داده نشد. شهادت شهید ابو جعفر الالیاوی و سام الالیاوی که از فرمانده های هشت و شعبی بود، گرفتن تو ماشین کشیدنش بیرون تیکه تیکش کردن، لخت و مادرزاد انداختنش. جواب میگه اه تو عراق مردم دیگه تعصب روی هشت و شعبیشون ندارن، حالا میتونیم هشت و شعبی رو بزنیم، حالا فرمانده هشت و شعبی رو هم میتونیم بزنیم، ابو مهدی رو میزنیم. خوش به حال شما که ابو مهدی مهندس رو خیلیاتون نمیشناختید و با او صحبت نکرده بودید. چرا میگم خوش به حالتون؟ چون آتیش میگرفتید امروز بدونید او کی بود. تو ایران کسی نمیشناسش، تو عراق هم کسی او رو نمیشناخت، مظلوم بود، بی نظیر بود. با این آدم صحبت میکرد انگار داشتی با کوه صحبت میکنی، متانت، وقار، استواری، لذت میبردی از مصاحبت باش، شجاعت، نترسی، ایمان، وجود این آدم آرامش و ایمان بود. خب اینجا حاج قاسم اون طرف هم میگه گنده اینا گنده اونا، میزنیم. وقتی تو آبان ماه بر سر مسئله بنزین اتفاق میفته تو کشور، میگه اینا دیگه انسجام داخلی هم چی؟ ندارن بابا، اینا درگیرن یا ملون هم بزنن. و گفتیم چی؟ ترور حاج قاسم یعنی چی؟ ترور حاج قاسم یعنی که احمد شاه مسعود افغانستانی ها رو زدیم، میخوایم بریم توی افغانستان، کسی دیگه نیست جلو ما وایسته. حذف احمد شاه مسعود یعنی یه نفر میخواست به افغانستان حمله کنه، حذف حاج قاسم یعنی یه نفر میخواد بیاد سراغ منطقه، چون آدم منطقه ما حاج قاسم بوده. حمله به این موشکه یعنی برجام موشکی تو راه. فکر کردی امریکا تحمل میکنه این انسجام ملی اینطور همه بیان به حاج قاسم میگن راحت ادامه دارد، راحت ادامه دارد، بیزار اینجوری میمونه معلومه بلا رو سرش میارن. این اتفاقی دو سه روز اتفاق افتاده. البته شما باید هوشیار باشید ها، با چهار تا فیلم و اینجور چیزا خالی نکنید ها. او جمعیت رو دیدید؟ گفتیم با 1000 نفر میشیم هر جور خاصی برید به هم. پروژه کشته سازی رو الان میخوان شروع کنه.
خون باید بگیرن این سوریه. پلیس ما جلو دراویش 3 روز شهید داد، از اسلحه استفاده نکرد. اینجا کی داره اینا رو میکشه؟ بابا این پروژه اینو قبلا تو اوکراین انجام دادن، تو عراق انجام دادن، پخش شده ماجرای اوکراین. تک تیراندازو دستگیر شدن، پول میگرفتن از آمریکا طرفینو بزنن. تو عراق طرف اومده میگه ما دیدیم هم پلیس ما با یه کالیبر گلوله یه اسلحه شلیک کشته شده که اون معترض کشته شده. پلیس میگه رفیقش افتاد، میگفت اینا دارن میزنن که عراقی میرفت رو اونا. اونم گفت پلیس داره منو میزنه. اونم پلیسو میزنه. بعد تو چه مملکتی؟ تو عراق که همه اسلحه دارن. خون. بعد توی عراقی که عشیره مهمه. پسر عمون کشته شده باید برم. اینجا هم همینه. میکشیم میکشیم آن که بله خون بیاد بسد برادر و داداشش بیاد پسر عموش بیاد آقا اینا داد. همین الان من یه دونه فیلم گرفتم گذاشتم توی اینترنت. اتفاقی داشتم میدم گفتم ای چه جالب. چون ما تو طراحی اسلحه اینجور چیزا داریم اینا رو میشناسیم. دیدی صدای مسلح شدن شاتگانه. طرف میگه وای الان میخوان شلیک کنن شلیک کنن. یه بار مسلح میشه خیلی جالبه. خب اینا که باز میشه مثلا 3 تا گوله میخوره زیرش. بعد این دیگه وقتی چیز شد یه بار که شلیک کنه باز یه بار دیگه فقط اینجوری میخواد. یعنی وقتی گولهش ببینید 3 تا شلیک میکنه هر بینه. بعد الان من میگم کلت آخه پروفسور کلت که دیگه دوباره مسلح کردن نمیخواد که. صدای شاتگانه. من قشنگ گفتم بچه‌ها دفتر گفتم این همینجا تو مشهد من اینو پست گذاشتم. خب گفتم سرین بخش صداشو قشنگ واضح‌تر کنید بشنون مردم. بعد برید یه فیلم مسلح کردن شاتگانم بذارید که ببینید. خود طرف داره میگه وای شلیک کردن داره میدوه. صدای گل این چیزام مسلح کردن هی باش میاد 3 بار. یعنی اون یکی داره باش چسبیده بهش داره میدوه با هم دیگه. خودشون دارن شلیک میکنن. فیلم آماده میفرستن برای کجا؟ من و تو. میفرستن برای ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنالی که پولش از کجا میاد؟ عربستان و سعودی نجس. بله بله میشه که معاویه هم برای شما چیزا رو بزک کنه. بعد یه فوش ندی به ملت چرا به حرف معاویه گوش دادن. احمق که نبودن شرط پیش. بابا چی شد نرفتن یاری امام حسین؟ شوک روانی بودن. یهو فکر کن شما میگه اه مسلمو گرفت از اون بالا انداخت پایین. ببین سر ماجرا رو زد ابن زیاد. یه کسی فکر نمیکنه یزید بیاد سراغ امام حسین. یزید خود امام حسین رو زد. کسی که خود امام حسین رو بزنه به خونه کعبه هم حمله میکنه دیگه. نه ببین یه شوک وارد میکنن که تو بری گیج بشی بقیه ضربات هم بتونن بهت بزنن. ما یه پروژه بازدارنده گسترده هوشمندانه لازم داریم. مردم فقط الان اینجا اصل ماجرا مردم. مردم باید توجیه بشن. وظیفه همسال من اینه. میدونی که این حرفا رو زدن هزینه ساز دیگه. تعارف که نداریم که. اما وظیفه خودم میدونم اینا رو بگم. چرا؟ چون همه ما عضو یه خانواده هستیم. این دو قطبی ساخته بشه تو داخل هم اینا برای یک سری چیز دارن. که جریان ما خودشون میگفتن که ما اگه این کار انجام بدیم حاج قاسم نماد انقلابیگری اینا تو منطقه است دفاع از حرم بزنیمشون جریان لیبرال تقویت میشه اینا قدرتشون میچربه. اون تو اینا چیزی اینا همه که میگم تحلیل مادیه دیگه اینا معنویت نمیفهمن یعنی چی. وا این چه شور و شوقی درست کرد. ها راه تو ادامه میدیم مردم همه میتونی این شبیه ها باید حتما مردم بعضا شاکی که نه اونی که ما میخواستیم نزدی بیشتر از این باید میزدی. اونا دنبال اینن که برجام رو بیارن اصلاح کنن دوباره موشکی و منطقه‌ای و همون شرط پومپئو رو 12 شده بچپونن اون تو. تو منطقه هم اینو باید بفهمن. یک احمق فقط شاه صفحه شطرنج رو میکشه چون دیگه کسی بس کسی حرف گوش نمیکنه. اینو باید بفهمن. وقتی شما حاج قاسمو میزنی لبنان خودش جدا دیگه با تو برخورد میکنه. نمیدونم عراق برخورد میکنه. هشت و شبیل یمن برخورد میکنه. اسرائیل رو بارها گفتم توی سخنرانیام. اینو کسی داره بتونم یه کارش به قول اسرائیل شناسی دیگه صهیونیست بجویه. اسرائیل همیشه حماس رو ضعیف میخواد. نمیخواد کاملا بین بره. چرا؟ چون میگه حماس این قدرت رو داره اون 20 تا گروه مقاومت دیگر رو همه رو سر خط کنه. من فقط با کی مذاکره میکنم؟
با حماس. آتش بس دیگه خیالم راحت، کسی دیگه بم... اما اگه اینو بشن 20 تا با کدومی که قائل مذاکره کنی؟ با این مذاکره میکنه قبول میکنه، یا قبول نمیکنه راکت میزنه، یا اینو آرومش کنه او دو تا دیگه راکت میزنه. خب تمومی، همه یهودی هم ترسو در میرن، اسرائیل سقوط میکنه. وقتی شما رأس این جریان رو میزنی، هر کدومی نمیتونن جواب بدن به شما. و آمریکایی‌ها اینا به شما بگم به سادگی از عراق نمیرن. اینا قبل رفتنشون اگه بخوام بره حتما اختلال اقتصادی وجود میاره. دیدی که رسما پمپو اومد به عادل عبدالمهدی گفت، گفت فشار بیارید به ما که بخوام از عراق بریم، حسابای نفتیتون رو میبندیم. برای عراقی که اینا مشکلات اقتصادی و فلان داره، همه حقوق بگیرن پول نداشته باشه حقوق بده. خوش تمام. بعید ندونید تو همین نزدیکی‌ها یه شوکه به دینار عراق بده. متوجه؟ یه شوک بده که اونا حساب کار دستشون. اما اینو باید بدونه، اینو بحث اقتصادی. آمریکا خودش باید بدونه که بخواد توی منطقه زنگا هر روز با کشته بود. ما هم نمی‌دونیم کی داره میزنه. قبلا این آز قاسمی بود، اینا رو سر خط می‌کرد. خوش حالا دیگه نمی‌دونیم کی داره میزنه. هر جا هر گوشه هر جا دستشون به یه آمریکایی برسه یه حالی بهش میده. به منافع آمریکا، اینو به شما میگم. اینو با... سخن قبلی هم گفتم. باید این چینی‌ها و روس‌ها رو بیارن واسه اینکه آقا اینا اینا دارن کل منطقه رو میگیرن انرژیشو. تو چین اگه انرژی خاور میفته به دست آمریکا چیکار میخوای بکنی؟ هیچ چی دیگه نداری. تمام کارت. باید ما که اروپا یا باید بفهمن اینا قیمت دلار بره با... قیمت نفت بره بالا اینا بیچاره میشن. باید بیایم آقا کار رسانه‌ای کنه، آموزش رسانه‌ای ده. ما تو این دو سه روز فهمیدیم که ما برسان رسانه‌ای عقبیم. تو وسط جنگ رسانه‌ای دو روز سه روز تعلل. حالا نظامی‌ها میگن مگه چی شد حالا دو روز جای دیگه یه ما طول میکشه تحقیق، ما دو روز فقط تحقیق کنیم. آقا توی بحث جنگ رسانه‌ای یه خبر 6 ساعت بگذره دیگه میگن خبر سوخته. چون کارش کار رسانه‌ای نیستش که، او کارش چیه؟ موشک بزنه فلان جا، نه نه خاکریز بزنه این طرف، این تانکو بیاره اون طرف. این نظام اینه دیگه، کاری نداره. ما با اون ارتشی بازنشسته است، بعضی موقع مثلا جایی بود میرفتیم آدرس می‌خواست بپرسیم چیم کن از ملت ها، مثلا پسری بنده خدا آقای بس آقای پسر بیا جوینم. پسرم گفت لابد این یه کسی هستی که به من میگه اینجوری بیا بینم آشنایی. بله فلانجا کجا هست؟ باش دست شما دارم. بابا این سربازت نیست، تموم شد پادگان، این مردم هن زمیگری اینه. حالا بیا آقا رسانه یا حالا مردم هم بگه مردم چیه؟ من باید کار امنیتی رو انجام بدم. خب نشون ما بحث رسانه‌ای ضعیفیم. آقا سفارت ایالات متحده آمریکا تو عراق رسما تو صفحه فیسبوکش اعلام کرده داره برج 4000 دلار حقوق میده به عراقی‌ها که بیان براش هشتگ بزنن. بلافاصله که ما موشک زدیم دستورالعمل صادر شد، دستورالعمل دست منم رسید. من سریع دادم بزنن رو کانال. چی نوشته بود؟ نوشته بود یک، بگویید که فقط 4 تا دیوار زدن. دو، بگید که چرا به خاک عراق تعرض شده. اینا تو مملکت ما بودن این موشک ها. سه، بگید که اینا دو تا پایگاه زدن، یکی تو الانبار تو منطقه سنی، یا الانبار هم باشه لب مرز دیگه، خب در منطقه سنی نشینه، یکی تو منطقه سنی، یکی هم تو اربیل منطقه چی؟ کرد، که بازم سنی. ببین ایران زده سنیه، باز تو بحث زده شیعه زده سنی برید. و چند تا مطلب دیگه همین رو خودشون میگفتن. بعد این طرف هم میگم کم اینا دیگه اینا خودشون میگفتن. بگید با ما هماهنگ شده بوده، بگید آمریکایی خبر داشتن. خب حالا خط خبرش تو عراقونه، تو ایران چیه؟ خب معادل این چیزا رو داره. اینجا آدماش کیان؟ تو تیرانا نشستن یه دی، یه دی تو عربستان نشستن، یه دی تو واحد 8200 رژیم صهیونیستیه فارسی شروع میکنن توییت زدن و مطلب درست کردن. جالبه ترامپ توییت زد فارسی، خیلی ببینی اصلا یعنی نشون میده چقدر ماجرا مهمه که ترامپ چینی توییت زده برای 1,380,000,000 آدم، اما برای ما داره فارسی. همین اهمیتو داره نشون میده. مردم از پریروز 4-5 توییت فارسی زده، بعد ری توییت ها و لایک توییت فارسی توییت انگلیسی بیشتر. خب انقدر احمق لاغر ربات سوار میکنید روی اون اکانت، لازم به جمعیت فارسی که فارسی میفهمن چقدرن، انگلیسی فهمان چقدر، که بگن آه این با استقبال مواجه شد. و یزید، و یزیدی که دستور سربریدن امام حسین تو داد،
حالا داره برات پیغام هم میفرسته میگه این کارم انجام بده. به محض اینکه گفتش که ما از دولت ایران میخوام که دیگه مردمش رو نکشه، من گفتم آقا پروژه کشته سازی داریم. این میگه این کارو نکنی، چون میدونه میخواد این کارو چیکار بکنه، خودش سیاهیش میخواد انجام بده. یعنی آقا مردم مواظب بچه‌هاتون باشید و همین کسایی که شاتگان دارنشه. یه فیلم دیگه است بالای پل هوایی دارن میرن، تق 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 صدای ریزیز میاد، صدای ساچمس میخوره به آهنا، با همین که داره تیر میزنه میخوره به نفر، چش و چالشون کور میشه فلان. بعد فیلم ها ابای داره کشتن اونا. عزیز من، دنیا زبان زور میفهمه. قدرت نداشته باشی میزنن تو سرت. از تمام معاهده ها میان بیرون نمیدن اینا، حالا میگن قدرت نداشته باش. کدوم احمق این کار میکن؟ نیروهای مسلح ما تو مملکت ما میشه گفت جز معدود جایی که ما تمام قد میتونیم بهشون افتخار کنیم. یعنی امتحانشون چیکار کردن؟ پس دادن. حالا اشتباهی هم کردن، اشتباه بزرگی هم بوده که اونم باز عرض کردم دیشب راجع به این بحث جنگ الکترونیک و این چیزا صحبت کردم براتون. خب با این وجود کی میاد دست سرباز خودشو بگیره؟ به فرمان کی؟ به فرمان دشمن. یعنی سپاه یزید بیاد بگی که خودتون این شمشیر از دست عباستون بگیرید. اینا مردم نیستن کسی. بابا مردم و کسی بودن که گفتن ما قدردانتیم، تو بر امنیت ما زحمت کشیدیم. یادشون میره؟ مردم میدونن اگه نمیبودن داعش چیکار کردن با ما؟ مردم میدونن اگه نمیدن تو این منطقه که دور تا دور ما صدای انفجار و ناامنی و فلان اینطور امنیت حفظ کردن. من میترسم از اون روزی که سرباز ما بگه که مردد بشه که باید ماشه رو شلیک کنم یا نه، بزنم اینو یا نه. یه سری قوانین مزخرف تو این مملکت داریم باید درست بشه. سارق بلند شده رفته اومده با چاقو حمله کرده به پلیس، پلیس با گلوله زده سارقه رو کشته، قصد کشتن هم نداشت، زده خورده تو قلبش دیگه، اون حمله که داره طرف انجام میده. خانواده دزده رفتن شکایت کردن پلیس. برو تو آمریکا اینجوریه؟ تو هم آمریکایی که قبل آمالتونه پلیس میگه دستت بذار اون فرمان، یه خورده دیر بذار، کیف پولت هم در بیار. یه چیز سیاه میگه من تشخیصم بر این بود که اصله هست دادمش. چقدر اینا سیاه‌پوستا رو کشتن برای لذت، برای بازی با ماشین میزنه بهش، فیلماش اومده بیرون دیدید. نمیشه که سگو ول کنی سنگو ببندی. ما چه اقتداری میمونه؟ فردا روزی حمله خدا نکرده موشکی بشه، خب این پدافند باید شلیک کنی یا نه؟ عکس این ماجرا بود میدونید چی بود؟ تو دادگاه الان داشتن از اون بابا میپرسیدن، اون موشک کروز میومد، این چی داده؟ آلارما داده که اعلام کردم حمله کروزیه، چند تا دارن میان. بعد اینم توی دستگاهش کروز دیده تو رادارش، بعد برای این چکی که میخواسته بکنه خواسته سیستم ارتباطیش، الان دیده کار نمیکنه سیستم ارتباطیش، 10 ثانیه وقت داشته تصمیم بگیره چیکار باید بکنه. این که علمه یه نقطه میبینه توی اون رادار، با چشت که نمیده هواپیما که، چیکار باید بکنه؟ نمیزد، این کروز میبود، میخورد چه میدونم 1000 نفر آدم میکشته، میزد یه جای مهم کشور آسیب جدی میزد، همین آدم میکشونه دادگاه. خب برای چی نزدی؟ فکر کردم هواپیما مسافربریه، مگه به تو نگفته بودن کروزه؟ مگه دستگاه تشخیص نداد کروزه؟ چون اون برای ماجرا رو نمیبینید. شما داری رانندگی میکنی، وسط رانندگی بارها شما دیدی دو ثانیه وقت داری تصمیم بگیری این آبر داره این طرفی میری یا این طرفی. رانندگی نه، پیاده داری میری روبرو هم در میاد، دیدی تو میای اینور اونم میاد اینور، تو میای اینور اینم میاد اینور، یکی وایس به اول مربی برو دیگه، نه با اون سرعت موشک 10 ثانیه وقت داری مملکتتو نجات بدی. یه سری خوب و بغضای ببین من به شما میگم، یه ده این ماجرا رو دیدن، این عزاداری ها اینا رو دیدن،
این آتیش گرفت. گفت الان وقته، شما نگران این کشته های هواپیمایی؟ چرا 3 روز پیش نمیرفتی برشون شم روشن کنی؟ چرا تا فهمیدی نیروهای نظامیمون زدن هواپیما رو رفتی؟ چونم گفتم یه مسئله پر از شک و شبهه. من نمیخوام بگم اشتباه نکنه، اشتباه کردن. منطقه توی حالت صد جنگی بوده دیگه. ما اونا گفتن 52 نقطه میزنیم، ما هم زدیم. اونا منتظریم اونا کی میخوانم بگم. بعد رادارا هم اعلام میکنن، سیستم یک پارچه پدافند اعلام میکنه موشک کروز را افتاده. چه کروز هست یا نقطه زنه، اما پدافند میتونه بزنش. بعد بجنبه فقط. یه کاری هم میشه کرد، بعد کاری کرد ترامپ رای نیاره. اما خب ترامپ رای شو فکر اینا کار ترامپه. وای احمقانه است به خود. آمریکاست پشت CIA، پشت CIA ثابت میذاره این آدما میان میرن. این حرفا نیست. اونا فهمیدن کی رو زدن. خود سردار سلیمانی موضوعیت داشت. حاج قاسم فرمانده فقط یه سیستم نبود، که فرمانده سیستم همین الان سردار قاهانی آدم مغز متفکر این عملیات های نیرو قدس مادر مشهدی هم هست. خب اومده جاش نشسته. اما خود حاج قاسم توی این ایام قدرت رای حاج قاسم استاد مذاکره بود، باید به خیلی مذاکره یاد میداد. خیلی از این آقای رفتن روسیه رو راضی کنن بره توی سوریه، نرفت. حاج قاسم رفت 1 ساعت با پوتین صحبت کرد راضی شد. حاج قاسم بود وقتی بلند شد رفت اقلیم کردستان تموم کرد کارو. این اواخر اومده به آقایون میگفتش که گفتن نفرمه، گفت آقا من برای تو نفر میفروشم. وزیر بهداشت میگه اومده برای ما دارو، تحریم دارو دور میزد. خب این تحریم داره دور میزنه، بعد یه خطر داره از واسه این که انقدر محبوبه، اینقدر کار ازش برمیاد، کاریزما شخصیتی داره، محبوبیت داخلی زیاد داره، اگه برای ریاست جمهوری بیاد چی؟ نه حاج قاسم نمیاد. بله تو حالت عادی نمیاد، اما اگه کشور میرفت تو حالت بحرانی چیه؟ مثل مگه فرانسوی ها جنرال دوگل نظامی رو نهی بردن رئیس جمهور نکردن؟ ها با این ویژگی ها این خطر رو که میومد 30 حداقل 30 میلیون رای نورد. قدرت یک پارچه کنندگی داشتیشون، مثلا تو جلسات همه رو سر خط میکرد. بعد کسی که با کشورهای همسایه بیشترین ارتباط رو داره و دقیقاً غربی ها میخوان ما با کشور همسایمون ارتباط نداشته باشیم. شما یه عراق رو نگاه کن ببین چه منفذ تنفس ماست. او ارتباط داره، او میتونه تحریم دور بزنه. ما پدر خودمون در آوردیم اینا تحریم بشن، فشار اقتصادی بهشون بیاد. اگه 1.7 میلیارد دلار هم پول دادن برای کی؟ جیسون رضاییانی بازم از یه سیستم امنیتی نظامی بر اومده. او 100 تا از این کارا میتونه انجام بده. خب خیلی خطرناکه. جامعیت او از مقتدا صد گرفته میدید میام دستش میگرفت میآورد بیت، تا اون کرد سنی، تا اون دروزی تو لبنان، تا اون مسیحی هم تو لبنان و سوریه، تا اونم افغانستان پاکستان فلان، اصلا همه رو میتونست با هم باشون. اصلا آدم خوش برخورد، روابط عمومی بسیار بالا. همین یکی همین سفر که سوریه لبنان رفته بود، یکی از جایی رفته بابا یکی از این عملمندسای لبنان مرده بود، رفته با او تسلیت گفتن. خب اصلا تو ذهن طرف ثبت میشه دیگه، هنر ارتباط. خب اونا میخوان ما اصلا ارتباط نداشته باشیم با دنیا. بعد کسی که هم برای وطن کار کرده هم برای اهل بیت، ایرانی‌ها چی میخوان؟ وای دو تا رو میخوان. کارآمدیشو نشون داده. میگن آقا این کارآمده. ببین ما یه سری حزب الله داریم حرف مفت میزنن. کاری از فقط بلدن انتقاد کنن. درست شد؟ اما میگه نه این آدم کارآمدی هم داره. نگاه کن یه داعش جمع کرده. آمریکا 7 تریلیون دلار پول ریخته نتونسته کار کنه، رفته منطقه رو جمع کرده. خب این مدیریت اصلا به دست همین. بعیدم نبود عزیزان که اگه مملکت تو شرایط تا 2 سال آینده همینجوری دست برمی که آقا این دارن میرن، تو اون شرایط خاص قرار میگرفت که دیگه که خود ایشون هم احساس میکرد که واقعا وظیفه شرعی بر گردنش میاد. بعد چقدر معنی داشت
قهرمان مقاومت رو مردم ایران انتخاب کردن به عنوان رئیس جمهور. یعنی چی؟ یعنی تمام قد مقاومت رو قبول داریم، نه یه آدمی که مثلا حالا اوج افتخاراتش عکس گرفتن با 4 تا کچلواری اروپاییه، سلفی گرفتن با کسیه که هدر توییترش نقشه تجزیه شده ایرانه. یعنی بعد مرد خدا آدم اینقدر غیرت و تندوسی داشته باشه باید بمیره. اینا معادلات زمینی، اما آنچه که ما میفهمیم و میدانیم اینه که بل احیا اون اندرب بهم. سردار سلیمانی دستش بازتر شده تازه. این اون بخش اعتقادی ماست که اونا نمیفهمن، تا الان هم با همون دوام آوردیم. دیدید خونش چه اتحاد و انسجام به وجود آورد؟ تمام این کشوری یک صدا شده بودن. پمپاژ معنویت تو خون جامعه بود. اینا کلی با سند 23 و با این کثافتکاریاشون دنبال حذف اسم شهدا از سر خیابونا و کوچه ها، شهید و شهادت و جنان پمپاژ کرد که از بابا از یه سری از جوانایی که من با خیر این ارتباط داریم که فوش میدادن به تحت و بالای مملکت، چنان ریخته بود به هم گفتش که اگه دست به مملکتم دراز بکنن میرم تو آخرین قطره خونم میجنگم. یعنی بعد میلیاردها دلار خرج میکردی که همچین چیزی رو جا بندازی. اینم به شما بگم، وقتی 8 سال جنگمون تموم شد برگشتیم سر مرزهای خودمون، قطعنامه رو به زور بهمون خورونده بودن، یه دنه میگفتن تمام احساس شکست نمیکردن، سرشون ننداختن پایین. چند سال بعد دید خدا صدامو چجوری انداخت بیرون، به چه طریقی، فقط مکرهم بند الله مکرهم بند کان مکرهم لتزول من قل جبال. اگه اینا مکرشون کوه بخواد جا به جا بکنه پود کنه، مکر خدا بالاتره. صدامو کی انداخت بیرون؟ همون کسی که کمکش میکرد، آمریکا. دو دسته عراق و تقدیمه جبهه مقاومت کرد. نگران روزا نشید، من به ظرف قاطع به شما میگم این روزا سپری میشه، اما این دلیل نمیشه ما مف بخوریم بخوابیم. مردم ما تو زمین بردیم، به تلویزیون باختیم. باید بفهمیم، توضیح بدیم، حرف بزنیم. نباید بذاری ذره حافظان امنیت ما تردید تو دلشون بیاد. باید بریزید تو این شبکه‌های اجتماعی، پیامتون رو برسونید بهشون. ما هم داغ داریم، ما هم دردین رو متوجه میشیم، میفهمیم بیه عزیز از دست دادن یعنی چی. اما به چه قیمتی؟ به چه قیمتی که یزید بیاد وسط کار؟ اینقدر یعنی ما بی‌غیرت شدیم که فضایی درست بکنیم که پومپئو های بی شرف و ترامپ نجس بیان استفاده شو بکنن، دشمن شاد بشیم؟ چرا یخچون؟ میشون سرمایه گذاری کرد اینا. و این پالس میدین یعنی چی؟ بیشتر میزن. الان من یه چیزی میگم، حالا آقایین گوش کردن کردن نکردن به ما ربطی نداره. ببینید آقا جون، کاری که اینا کردن قتل یه نفر نبود، قتال با نظام بود. تمام منافع این صهیونیست ها هر جای کره زمین، هر جای که دست برسه، نباید در امان باشه. هر کدوم ما خودمون تو قد و قواره خودمون باید یک کارش بکنیم. 4 تا این بچه دانشجو جمع شدن شروع کردن هک کردن سایتاشون. گویا دست من برمید. نهاد بفهمن. تو شروع کننده جنگ بودی. جنگ فکر مثلا یه خاکریز باید بزنن. آقا الان جنگ شد دیگه، خاک ریزه شروع کرد زد فرمانده. فرمانده میزنه این چه خب بعدیا رو بزنم. حالا داره واکنش میسنجه. ببینیم این اصلیشون رو زدیم چقدر واکنش میده. اوه اینا هنو داغم، بریم عقب، بریم 10 سالی فکر کنیم. یه چیزی بهت بگم، الان فقط دیشب گفتم یا نه، تو 25 آبان ماه برای اولین بار پنتاگون برگشت به رئیس جمهور آمریکا گفت الان وقت زدن اگه میخوای بزنی. اینا انسجام ملی نداره. تا قبلش هر موقع رئیس جمهور آمریکا حرف می‌زدن گفتن ساکت باش با ما، بدبختا باید بریم بجنگیم، بیچارمون می‌کنه. و الان وقت زدنه. ما پالس ضعف فرستادیم. بعد قدرتمندانه ایستاد.
و این ماجراها ادامه داره. یک، بحث رد صلاحیت هست. اینم رو کوتاه بگم، راجع به رد صلاحیت بگم، تقریبا به شما بگم 90 درصدش اقتصادیه، اون چیزی که من خبر دارم. با برخی از این آقایون گنده ها بالا بردن و همین ضرورت این نشون میگه نمایندگان مجلس در حین یه سوال اینا که الان رد صلاحیت شدن دفعه قبل چی بودن؟ تایید صلاحیت بودن دیگه، درست شد؟ یعنی در همین حین نمایندگی مجلسی خرابکاری کردن. یعنی این در حین نمایندگی بر اینها نظارتی وجود نداره و باید باشه. بعضی میتونن اعتراض کنن، فرصت دارن ببینن دلیلشون چیه. ما واقعا اینو میگیم، میگیم آقا اینی که رد صلاحیت میشه بهشون اعلام میشه، اون دلیل رد صلاحیت شدن تو بیا اعلام کن برای ما بدونیم دیگه ناراحتی. آمن. برخی از اینا میگن عرض کردم مسائل اخلاقی دارن، بعضی مسائل اقتصادی دارن، بعضی بحث سیاسی و امنیتیه. من از غذا خودم، من کاری نیستم، اصلا با سیاسی ها کاری نداشتم. خب گفتم بذار سیاسی بیان حرفش من بزنم، این نیست. اما کسی که دیگه داره اقتصادی ضربه میزنه با طرف نماینده مجلس ما، اینا میگن اجازه حق تحقیق و تفحص دارن، میتونن برن هر جوری خواستن دست بزنن بگن میخوان بگردیم. بعدم هم همه نهادها باشن چیکار کنن، همکاری کنن. برای یک نهادی که یک جایی که میخواستن برن تحقیق تفحص، براش پیغام فرستاده گفته ببین میخوام بیام تحقیق تفحص، اینقدر تو هم پول بریز که ما نیم تحقیق تفحص. خب اونجا فساد بوده که گزارش اینقدر جمع شده که بخواد بره. طرف تو کمیسیون اصلا 90 فساد داره، خودش برای مقابله با فساده. من کاندیدا نشدم برای اینکه حرف بزنم. من اگر کاندیدا میشدم، خود شما حالا اگه نگید خیلی از اینا هم گفتن دیدید اینا، مگه شما ندیدی برای مراسم عید بیعت من داشتم سخنرانی میکردم، یکی از این خبرنگاراشون اومد که نوچه آقای آشناس، خب اومد توییت زد که این میخواد بحث مهدویت رو، پس این دروغ میگفته این سالها، مهدویت رو میخواد برای مجلس استفاده کنه. بابا من 5 سال عید بیعت داریم میگیریم، این میشد دور قبلی بعد استفاده میکردیم. 4 سال ما گفته ببینن گذر زمان نشون میده که ما این کار نمیکنم، نشون داد که ما ثبت نام نکردیم. دو، همه قرار نیستش که نماینده مجلس بشن، 4 نفرم بخواستن بیرون اینا رو چاکشی کنن. بخواید آقای علم آقای شروع میکنیم و اول صحبت کردن، ازشون بخواید بگو تو باید به من تضمین بدی که اون تو میری دوز نمیشی. اگه تضمین دادی دادی، ندادی من به رأی نمیدم. چطور تضمین بدم؟ آها، من باید تمام رفتار اموال و داره تو باید شفاف کنی و تعهد بدی که هر کسی هرچی پیدا کرد، تو نه شرف داری نه غیرت داری نه ناموس. اینجوری آقاشن با دوربین بگیرید که طرف نتونه فردا تو خیابون را بره، ملت پشترش بگم بی غیرت و بی ناموس. نه اینجوری. خب بعد رأی تو باید شفاف کنی، تو به نمایندگی من اونجا میخوای دکمه بزنی، با گوشیت عکس میگیری داوطلبانه فعلا تا روزی که این قانون بشه. داوطلبانه امروز 10 تا رأی گیری داشتیم، ببین من به این گفتم آره، به این گفتم نه، اینم کانالم سایتم فلان. آره بعد اینجوری اینا دقیقا باید بفهمن دیگه شوخی نیست. مسئله بعدی، بودجه سال بعد خیلی بد نوشته شده توسط دولت. کمیسیون تلفیق هم که الحمدلله ماسمال کرد رفت به سر کمیسیونی آیه تاجگردون که خودش جز رد صلاحیت شده است. خب ماسمال که الان داره فشار شدید میاره رایزنی میکنه که برگرده تایید بشه، خب ماسمال کرد ایشون رفت. خیلی جالب بود، مثلا پزشکا اومده بودن تو کمیسیون بحث میکردن که بر از پزشکا مالیات گرفته نشه، نماینده که خودش پزشکه. خیلی جا اصلا این کار اونجا به چیز اصنافه مثلا برن دکتره حمایت کنه که به خاطر چی؟ برای که ما داد زدیم آقا مذاکرات شما تو کمیسیون تلفیق بیاد بیرون. ما مگه دزدی میخواییم بکنید بگید به این دلیل نباید این پولو به این کار اختصاص بدیم، به این دلیل باید اختصاص بدیم؟ دزدی که نمیخوایی بکنی. مثلا یه سری درآمدها رو دولت لحاظ کرده تو بودجه، خب که اصلا ممکن تو اینو نداری، کجا آوردی؟ این نشون میده تو سال بعد میخوای چیزی گرون کنی که درآمد ازش داشت. میگه نه، میگه یه تابلو میخوای گازولی گرون کنی مثلا، میگه نه. خب گازو میخوای گرون کنی؟ نه. خب آقا نهایی شما رو هم دیدیم تا شب بنزین میگفتی نه، درست شد؟ کی بنجره اینا رو میگرفت؟ نماینده مجلس. نماینده مجلس کی انتخاب کرده؟ ما. شما بچه پیغمبرم بفرستی اون تو آقا خب اینا رو تایید میکنم. بهت میگم الان که شروع کردن
گفتن آقا اینا رو چیز میکنی. و من اصلا انتظارم اینه که هر کی اعتراض کرد شورای نگهبان دلیل رد تسلط چه بگه، هر کدوم این آقا اعتراض کرد بگه ما هم بدونیم شورای نگهبان بی خود قلقان نکنه کسی رو. درست شد؟ بچه پیغمبر رو بفرستی و بالا سرش نظارت نباشه، احتمال فسادش هست. من رایف بود جلوی دوربین مسئولانه تر حرف میزنم تا دوربین نباشه. جز اینه؟ همین برادر من، یعنی سال آینده من بحث بودجه جوری نوشته شده بحث مالی فکر میکنم باشه. اینا باید جلوش گرفته بشه، بحث تصویب بخواد بشه تو مجلس باید دقت بشه. اینا عزیزم ما خودمونیم داریم انتخاب میکنیم، به پیر به پیغمبر. فرق بین روحانی، خاتمی، احمدی نژاد، هاشمی، ماهایی داریم انتخاب میکنیم. توهم نزنیم، تقلب نمیدونم فلان. یه بار این مردم روحانی رو انتخاب کردن، رأی آورده 23 میلیون رأی آورده نوش جونش، احمدی نژاد رأی آورده 23 میلیون نوش جونش، مردمش رأی دادن. یه روزی مشیشون هم با هم تفاوت داشته خیلی جا. یه جایی هم توی خیلی از کاری که بعد مثلا تو بحث برخورد تو بحث شبکه بانکی عین هم رفتن جلو. جز مواردی که دولت ها عوض میشن. چرا؟ چون اون کمیسیون بوق اقتصادی باید بیاد گیر بده. و ما کیا داریم میفرستیم کمیسیون اقتصادی؟ آقا کجا این همشهریمونه، اون فلانه، این بهمانه، این اصلاح طلبه، اون اصلاح طلبه. دنیا باید جواب بدیم. خون امثال همین سلیمانی ها سر صراط یقمونو میگیرن این شهدا. شرکت نکنی امکان فرارام کنی برای یک کس دیگه بدتر. بیاد با دقتش بخوای بگه آقا جون بعد به ما تضمین بده. من با خیالم راحت. بابا مگه تو نمیخوای بری خدمت کنی؟ بابا لامصب نمیخوای بری بجنگی که میخوای بری صندلی بشی دکمه بزنی. نگفتیم بری سوریه که بابا بیشترین نظامی ما، نظامی ما تو سوریه بیشترین حقوق 6 میلیون تومان. افسر و 6 میلیون تومان. آشپز سفارتخونه ما 30 میلیون حقوقش. اینم خارجه اونم خارجه. این کجا و آن کجا؟ من واقعیت رو تون گفتم. این 6 تومن و 30 میلیون. ما نگفتیم برید تو سوریه یه سنگ بخوابی با داعش بجنگی، میخوای روی صندلی بابا لامصب بیاد یه خورده با مردم همراه باشید. بیا بگو من برای 5 میلیون حقوق نمیگیرم، دادم میریزم به حساب اعتماد فقط برای همراهی با مردم. اگه ماشین آنچنانی از بابادم استرسه بگو این 4 سالی که من نماینده میذارم کنار برای که درد مردم بفهمم. اگه خونت بالا شهر بگو به خاطر مردم میام وسط شهر، بیام وسط دودو دم. نه اینکه تهران آلوده بشه بلنش بری شمال، بلنش بری نم کیش، بلنش بری نم شهر غرب. امیر امام صادق لباس آنچنانی تنش کرده بود و درفت دید آقا تیپی زدی جد شما اینطوری نبود. حضرت فرمود او حاکم بود. وقتی حاکم بعد امیر المومنین گفتن چرا تو همیشه گشنه میخوابی؟ میفرمود از ترس این که مبادا در حجاز یا یمامه یک نفر سر گرسنه بر زمین بگذارد. بهش گفتن ابو ترا برای اینکه رو خاک میشست مبادا یه نفر باشه زیرانداز نداشته باشه، یه لباس بیشتر نداشت. عرض کردم قنبر میگفت و هم رفتیم لباس خریدیم، خوبه رو داد به من، بدر رو برای ارزونه برای خودش برداشت. او لباس فروش گفت آستیناشو کوتاه کنم برات. آقا وقت نداریم، باید به کار مردم برسیم. اینجا آستینش کشید با شمشیر زد نوک چیز انداخت لبه اون میز، نوک آستین انداخت. طرف میگه من علی رو سر ظهر تو سر ظهر تابستون مثلا ساعتی 1 و 2 ظهر تو خیابون گفتیم چی کار داری میکنی؟ دنبال کار مردم، حوایج مردم. شنیدید دیگه؟ یکی از یاران امام صادق گفت آقا جون حکومت شکل بگیره، حکومت شما اهل بیت آقا چه حالی میده. حضرت فرمود بشین سر جات زندگی تو کن. و اگه اونجوری باشه قضات نون خشکه، چون اگه مسئولیت داشته باشی مردم قضات نون خشکه، شب تا صبح باید برنامه ریزی کنی که صبح تا شب بری کارش انجام بدی. قابلش کن خوبه، پل و خورشمونو داریم میخوریم. بله طرف میخواد بیاد اشغالم کنه، درم براش باز کنه. حضرت های نماینده اومد، حضرت های وزیر، حضرت اون کی بعد منت هم سر ما داره بعد بدوزه ببره. اون ملت چی فرض کردی تو؟ البته حقشون حق دارن، یک جایی واقعا مردم اینجوری هن. طرف شما ایراد بر گربه نره و روباه مکار نیست. آموقع که پونیوکیو وجود داره بابا چرا درس بگیریم دیگه؟ پینوکیو بعد 61 قسمت آدم شد، چوب پا در آورد، راه افتاد تو شکم ننگی اومد بیرون درست شد. خب بفهمیم دیگه، ما خودمون
زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نالیم؟ از ماست که بر ماست. همین تعجیل در فرج امام زمان استفاده کن از مدعی برادر عزیزم به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.